امروز در خدمت شما عزیزان همراهان کانال هستم با یکی دیگر از برنامه های راه میان بر و ختم قدرتمندی که ختم هفت فلک نامون رو گذاشتم برای عزیزانی که مبتدی هستند. و در این برنامه عزیزان یک مقداری من پاسخ هم دارم به بعضی از سوالاتی که عزیزان کردن، حتما با من همراه باشید. همین ختم عظیم رو شما یاد بگیرید که بسیار بسیار به دردتون میخوره، هم سوالاتی رو که من پاسخ میدم با من همراهی بکنید. با نام و یاد حضرت حی حضرت قدوس دادار پایدار و با درود و عرض احترام خدمت تک تک شما همراهان کانال در هر کجای که هستید، امیدوارم که تنتون به ناز طبیبان نیازمند نباشه، همواره در برکت و سلامتی باشید، جیبتون همواره پر از برکات باشه و اگر در کنار خانواده هستید و یا دور از خانواده در هر کجای از گیتی انشالله تندرست باشید، به دور از کجی و کاستی. یک مطلب رو بارهای بار تکرار کردم به پدر و مادر، به بزرگترها، به موسپیدان، چه میشناسید چه نمیشناسید به کوچکتر احترام بکنید، سرلوحی باشید برای کوچکترها که این وظیفه باستانی اصطلاحاً در اون قدیم الایام این بوده، به بزرگترها احترام کردن. در شرق آسیا معمولاً و در آسیای کهن که همین اصطلاحاً خاورمیانه است، این مطلب بسیار بسیار نمود داره، ولی امروز متاسفانه از بین رفته. عزیزان سپاسگزارم از کسانی که کانال رو با لایک هاشون، با کامنت هاشون و با دیدن تبلیغاتی که برای کانال میاد حداقل به اندازه 30 ثانیه حمایت میکنه. شما اگر تا الان لایک نکردید حتما همین از سایه گزینه لایک رو بزنید. اگر صفحه اول یوتیوب میاید سعی بکنید که برید داخل، بزنید روی کلیپ و برید داخل، گزینه اصطلاحا لایک علامت دستی هست به این صورت برای شما باز بشه و گزینه لایک رو بزنید عزیزان، و حتما کلیپ رو برای بین 3 تا 5 نفر حداقل شیر بکنید در فضای واتساپ و تلگرام. و عزیزان تبلیغاتی که بر روی اصطلاحا کلیپ گوگل میذاره، حداقل هر تبلیغ رو به اندازه 30 ثانیه نگاه بکنید، کمک بسیار خوبی هست. در قبال آموزش هایی که میگیرید میتوانید به کانال انجام بدید، هم با لایک کردن و کامنت گذاشتن و شیر کردن و سابسکرایب که باعث میشه الگوریتم یوتیوب ما رو اصطلاحا به دیگران هم نشون بدین، کانال رو بالنده تر بکنه، همین که برای اصطلاحا بالنده تر شدن کانال و خب فضای بیشتر کانال این امر رو انجام بدید. سپاسگزار میشم از همه عزیزان. یه مقداری حمایت ها ضعیفه، سعی میکنید یه مقدار حمایتاتون رو بیشتر بکنید عزیزان و دوستان. من آموزش رو شروع میکنم، دو سه تا مطلب هست که در خلال برنامه بهتون میگم و مطالب بسیار مهمی است. اولا بدانید که مجموعه راه میانبر که من گفتم، این راه میانبر رو انشالله از هفته آینده بسته اصلی اصطلاحا خریدنی، خریداری شونده از طریق عزیزانی که حالا علم‌آموز هستن رو بنده ضبط خواهم کرد. این مقدار مشغلم زیاده ولی سعی میکنم حالا شب و روزی هم بشه ضبط بکنم و بذارم سراغ به دست عزیزان، حالا با قیمت هایی که سعی میکنم، من همیشه بسته هایی که ارائه کردم سعی کردم با کمترین قیمت باشه نسبت به کسانی که بسته های آموزشی میذارن، حداقل قیمتی که بنده ارائه میکنم بسیار 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 کمتر از دیگران هست و این بسته رو انشالله ضبط میکنم، عزیزان هم بسته رو تهیه بکنن و ازش استفاده بکنن. این برنامه هم جز اون برنامه های راه میانبر هست که به صورت رایگان در کانال قرار داده میشه، این از اون دست آموزش هست و شما در پلیلیست راه میانبر میتونید این برنامه گذشته رو هم ببینید. عزیزان این ختم از هفته اول ماه قمری شروع میشه. شما هفته اول ماه قمری که رسید باید کار رو شروع بکنید، به هفته دوم نگذارید عزیزان، به هفته دوم نگذارید، این به هفته دوم نباید برسه عزیزان. مطلبی که بسیار مهم هست در اینجا این هست که شما عزیزان باید وقتی که شروع میکنید قمر در عقرب نباشد، قمر در عقرب نباشد، این رو
به شدت بهش توجه داشته باشید که قمر در عقرب نباشه عزیزان. مطلبی که بسیار مهم هست عزیزان، این ختم نیاز به اتاق خاص دارد، نیاز به اتاق خاص دارد. حتما باید اتاق خاصی داشته باشید که حتی شده به اندازه اتاق 2 متری. چون چرا میگم اتاق 2 متری؟ به خاطر اینکه این خط عزیزان خط مندل ندارد. درسته اتاق مخصوص میخواد، اما در نظر گرفتم که خط مندل نداشته باشه. فقط شما تحسین انجام بدید، هم تحسینه هم خروج هم ورود عزیزان. در مورد تحسین و بقیه پاره مسائل که توضیح در برنامه های گذشته داده شده برید نگاه بکنید، در برنامه گذشته برید نگاه بکنید، از این پلیلیست ها رو سعی بکنید سر فرصت نگاه بکنید، از برنامه هایی که سعی مثلا چیز بار علمی ندارد سعی بکنید بزنید رو برنامه هایی که حالا نه تنها کانال ما، بقیه کانال هایی که بار علمی دارن بیشتر نگاه بکنید. به خاطر اینکه انسان در فضای اینترنت وقتی میچرخه با چیزی گیرش بیاد، الکی به بتالت نگذرونید وقتتون رو. مطلب بعدی این هست که عزیزان حتما اسراف نمایید. بنده در مورد اسراف هم در برنامه های گذشته توضیح دادم، من تا الان این رو دوباره اعاده میکنم تا عزیزانی که حالا برنامه گذشته رو خیلی دورتر میخوان نمیخوان برن نگاه بکنن اینجا بدونن. گرچه من توصیه‌ام اینه برنامه گذشته رو برید نگاه بکنید عزیزان. سوره زلزال را میخوانید. حالا عزیزانی که قبلا این کار رو انجام دادن 3 مرتبه، عزیزانی که تازه کار هستن و برای اولین بار هست 7 مرتبه. وقتی که سوره زلزال رو در هر بار که خوندید رسیدید به کلمه اشتاتن، این کلمه اشتاتن رو استاپ میکنید و 7 مرتبه کلمه اشتاتن را تکرار مینمایید. 7 مرتبه باید بگید اشتاتن اشتاتن اشتاتن. و بعد اینکه هر باری که تمام شد 1 مرتبه میگید ای عمار این مکان یا این منزل، اون خودتون میدونید دیگه، در امر من فساد نکنید، از این محل خارج شوید تا اتمام کار من به مکان باز نگردید، به حق الله لا اله الا هو الحي القيوم، یا میتونید اسم سلطان بزرگوارشون رو بگید، سید بزرگوار جناب تارش رو بگید، به حق ملک تارش. بسیار خوب، این هم از اسراف. حالا مطلب بعدی که باید بهتون بگم رو همینجا استاپ بکنید، یه مطلبی من جواب بدم. عزیزانی برای ادمین پیام فرستاده بودن که ما رفتیم از ختم شما نتیجه گرفتیم منتها عزیزان رو ندیدیم و فقط کف دست ما رنگ حالا به اون حالتی که گفته شده اتفاق افتاده، چه کار بکنید؟ نگاه بکنید عزیزان، بنده به دلیل اینکه فعلا وقت و اصطلاحا زمان ندارم چون مشغلم زیاد هست و همین که به کار دیگران عزیزان برسم خیلی فعلا کار شاقی کردم، فعلا چون وقت ندارم نمیتوانم عزیزان رو برای وقت خصوصی روشون متمرکز بشم و اصطلاحا شاگرد خصوصی و این مطالب رو داشته باشیم. بنده اون چیزهایی که هست رو در کلیپ ها توضیحش رو میدم عزیزان. شما زمانی که ختم رو گرفتید یا دعوت گرفتید، دعوتتون نتایجش تا حدودی حاصل شده، اما نتیجه اصلیش که باید عزیزان رو ببینید و عهد رو ببندید حاصل نشده، باید ختم رو چیکار بکنید؟ دوباره انجام دهید که انشالله بار دوم نتیجه کامل بشه. عزیزان دوستان، اگر نه فقط برای اذن بوده، همون که کف دست شما حالتی داشته باشه که بعد از حالت حنا گرفتگی خیلی کم رنگ یا ماه گرفتگی کم رنگ ایجاد بشه، شما اذنتون رو دریافت کردید و ختم رو باید
تا نصف مدتی که مثلا ختم اذن 21 روزه دوباره از 21 روز 14 روز دوباره ادامه میدید، برای اینکه عزیزان در رؤیا حاضر بشن و به شما مهمات رو بگویند. این از این رو مد نظر داشته باشید و برای همه عزیزان این پاسخ هست. عزیزان یادتون نره. خیلی خوب، ضمناً عزیزان تا آخر ساعت امشب بسته آموزش مقدماتی و بقیه سفارشاتی که دوستان میخواستن بدن بنده تخفیف گذاشتم. عزیزانی که در خارج کشور هستن گفتم به ادمین واتساپ پیام بدید، عزیزانی که در خارج هستن با شماره واتساپی که روی صفحه مرتبن میاد تماس بگیرید و اونجا بگید. ضمناً مبلغی رو که من برای عزیزان خارج گرفتم نسبت به داخل ایران خیلی 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 کمتر هست. درآمدی که عزیزان در ایران دارن بسیار بسیار کمتر، 15 برابر کمتره. پس عزیزان نگن که ما مبلغ در شما، اگر واقعا میخواید کار رو انجام بدید با خلوص دل باید کار رو انجام بدید. ما خدا نکرده نمیخوام که اینجا عزیزی بیاد و دروغ، اگر از پایه اول شما دروغ بگید عزیزان فایده نداره. شما دنبال علوم غریبه با دروغ میخواد برید که چی بشه؟ همین رو هم انجام ندید و خودتون رو هم خلاص بکنید. اگر بنده میخواستم یه مبلغی رو بگم باید حداقل برای عزیزان داخل کشور میگفتم 10 میلیون تومان، ولی بنده در زمان تخفیفی فقط مبلغ رو 900 هزار تومان گذاشتم و این یه بچه کوچیک هم میتونه این کار رو انجام بده. برای عزیزان خارج از کشور در زمان تخفیفی بستر رو گذاشتم 30 دلار. خب این بسیار بسیار کم هست. شما نگاه بکنید، بالاخره انسان اگر میخواد کاری رو انجام بده باید در اون راه تلاش هم بکنه. خب عزیزان این ختم دو قسمت دارد. قسمت اول در بعد از نمازها است، قسمت دوم در نیمه شب در اتاق خاص یا همون اتاقی که شما باید داشته باشید. در بعد از نمازهاتون باید چه بخونید؟ بعد از نماز همون جایی که نشستید در همون جا، حالا پیرو و هر مرام و مسلک و مذهبی هستید، پیروان حضرت زرتشتید، پیروان حضرت ختم مرتبتید، پیروان هر نماز و هر عبادتی که دارید، یک بعد از در روز یک وعده، پنج وعده است مثل پیروان حضرت ختم مرتبت، پنج وعده خودتون میدونید دیگه، این کار رو بعد از نمازتون انجام بدید. حالا پنج وعده است، پنج بار بعد از نماز شما ابتدا نمازتون رو که خوندید رو می نمایید به سمت قبله مثل همیشه. خب پیروان حضرت ختم مرتبه رو قبله میشینن، یعنی کجا؟ این جنوب هست، این مغرب هست، اینجا ما بین جنوب و مغرب میشود جنوب غربی. جنوب غربیه اصطلاحاً سمت خودتون. بسیار خوب، وقتی که سمت رو کردید به همون سمت، عزیزان دست راست خود را بر سینه یا بر پیشانی میگذارید، مثل حالتی که میخواد ببینید تب دارید یا نه، میذارید کف دستت رو روی سینه‌تون یا روی پیشانیتون. بعد اینکه دستتون رو گذاشتید روی سینه یا پیشانیتون، عزیزان دست چپ خود را بر روی ران چپ میگذارید، منتها کف دست به سمت آسمان، کف دست به سمت آسمان، یادتون نره. بعد اینکه این کارو کردید، ابتدا عزیزان 14 صلوات مخصوص، صلوات مخصوص و این مسائل در برنامه گذاشته گفتم برید نگاه بکنید، بعد 21 مرتبه استغفار مخصوص. بعد اینکه اینها رو گفتید عزیزان چی کار میکنید؟ 7 مرتبه آیه نور میخوانید، 7 مرتبه آیه و عنده مفاتح الغیب. دستتون خسته شد، در هر بار دستتون رو برمیدارید، دوباره در 7 بار بعدی میذارید دستتون رو، مثلا دستی که بالا هست چون بالا باید نگه دارید. بعد از اینکه این رو خوندید عزیزان چی کار میکنید؟ 3 مرتبه سوره
قدر میخوانید. بعد اینکه سه مرتبه خوندید، سه مرتبه میگویید آیه 59 سوره یاسین: سلام قولا من رب رحیم. و کف دست چپتون رو از روی رونتون بر میدارید، با کف دست راستتون از بالای پیشونتون میکشید تا روی سینتون. تمام شد. 14 صلوات مخصوص، 21 بار استغفار مخصوص. این دوتا رو هم در برنامه گذاشته گفتم، برید نگاه بکنید. 3 مرتبه سوره قدر، 7 مرتبه آیه نور، 7 مرتبه کلن سرجمه هم بکنید 10 دقیقه طول نمیکشه عزیزان. این از عمل بعد از نمازشون. و اما عمل بعد از عشاء. شما بعد از نماز عشاء رو خوندید، حالا یه ساعتی مثل ساعت 10 شب، 11 شب، هر ساعت و هر مکان که شب اول در آن آغاز نمودید عزیزان، تا آخر همان مکان و همان ساعت. عزیزان و بانوان گرامی، خانم های محترم، به قول حالا دستوریش محترمه، شما باید دقت بکنید که در ایامی که حالت طبیعی بدنتون هست این عمل رو استاپ نکنید و انجام بدید. درسته شما نمیتونید نماز بخونید، اما در زمان همون نمازتون بشینید و این کار رو انجام بدید. حالا امیدوارم که بتونید در این 21 روز حالت طبیعی به شما دست نده. خب این ختم همونجور گفتم 21 روزه هست. بسیار خوب عزیزان، میرسیم به بعد از عشا. در نیمه شب، نیمه شب وارد اتاق خاص میشید، یک شمع روشن مینمایید، یک شمع روشن میکنید، اینجا شمع رو میذارید، خودتون هم کجا میشینید؟ اینجا قشنگ میشینید به اینجا. نمیخواد مندل بکشید، مندل هم کشیدید بهتر، ولی مندل نمیخواد بشید. چاقوتون رو به این صورت جلوتون میذارید. حالا عزیزان این عمل بخور دارد، میتونید یه مقدار کوچولو، یه ظرف کوچولو ببرید اینجا سمت راستتون بذارید، یه ذره بخور میریزید. حالا بخورش رو من بهتون میگم. ختم هست، منتها ختمیست که نیاز به بخور داره. عزیزان بخور این عمل: کندر، دانه اسپند، برگ گل محمدی. این بخورش هست که این بخور رو باید همون جور که نشستید انجام بدید. بسیار خوب. اول چی کار میکنید؟ اول 14 صلوات مخصوص. عزیزان من بارها در هر برنامه گفتم، چه من بگم چه نگم، شما صبح قبل از شروع عمل همیشه غسل و نیت انجام دهید. چه بنده بگم به شما تو برنامه چه نگم، این همیشگی هست. پس این رو دیگه بعضی موقع نگفتم، بدانید که باید انجام بدید. خب وقتی وارد شدید، تحسینتون رو خوندید، اسرافتون رو انجام دادید، کاراتون رو کردید، 14 صلوات مخصوص رو اول میگید، بعد 14 استغفار مخصوص. این 14 استغفار مخصوصتون باید در سجده باشد. خب بعد اینکه این رو گفتی، سر از سجده برداشتید عزیزان، چه کار میکنید؟ ابتدا یک مرتبه سوره قاف میخوانید. بعد اینکه یک مرتبه سوره قاف خوندید، 7 مرتبه آیه 1 تا 10 سوره صافات میخوانید. این رو تا اینجا داشته باشید. اگر تا الان لایک نکردید حتما الان لایک بکنید، کامنت رو بگذارید به زبانهای فارسی و زبانهای مختلف و حمایت بکنید از کانال. سپاسگزارم از شما عزیزان. بعد که اصطلاحاً 7 مرتبه آیه 1 تا 10 سوره صافات رو خوندید، یک مرتبه چی کار میکنید عزیزان؟ سوره یاسین میخوانید. سوره یاسین 7 مبین دارد. من بارها گفتم چرا در اکثر جا از سوره یاسین استفاده میکنم، به خاطر کار راه اندازی شما، چون نقش شتاب دهنده همون کاتالیزور رو بازی میکنه. عزیزانی که شیمی خوندن میدونن که یه سری ماده هست بهش میگن کاتالیزور و شتاب میده کارتون رو. 7 مرتبه 7 مبین داره
که شما در هر مبینی که رسیدید عزیزان میبایست 21 مرتبه چی بخونید؟ آیه و عنده مفاتح الغیب. 21 مرتبه آیه و عنده مفاتح الغیب رو که خوندید عزیزان، بعد باید این دعا رو بخونید. اللهم یا نور علی کل نور، یا خالق السماوات والارض، یا مالک الملک، یا فتاح الفتوح، یا مفرج الابواب، یا کاشف الحجاب اکشف حجاب القفلت عن عینی و عن قلبی و عن جبارهی و عن دمی حتی انظر الال عالم الال عبا لمل قیب و روحانیات و ملائکه به حق الله لا اله الا هو الحی القیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب من یه بار میخونم. اللهم یا نور علی کل نور، یا خالق السماوات والارض، یا مالک الملک، یا فتاح الفتوح، یا مفرج الابواب، یا کاشف الحجاب اکشف حجاب الغفله عن عینی و عن قلبی و عن جواره و عن دمی حتی انظر الى العوالم الغیب و الروحانیات و الملائکه بحق الله لا اله الا هو الحی القیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین. در کف دو دستتون پوف فوت دم چوف هر چی که شما میگید و از بالای پیشانیتون میکشید تا روی سینه‌تون، فرق نمیکنه خانم ها و آقایان. بعد هم که عملتون تمام شد عزیزان، تحسین خروج قبلش چی کار میکنید؟ قبلش اصطلاحا تحسین خروج میکنید و پای راست از اون حالت جایی که نشستید خارج میشید. حالا مندل کشیدید بهتر، نکشیدید هم مشکلی نداره، ولی از اون اتاق میخواست خارج شید حتما با پای راست خارج بشید عزیزان. منتها آخرین مطلب رو من بهتون بگم، این هم این هست که از شب 9 به بعد شما در گوشتون صدا میاد و حالت نورانیت چشمتون عوض میشه. ممکن هست اگر دیدید تپش قلب گرفتید، اگر دیدید در حین این مسائل سردرد میگیرید و این مسائل باید پاکسازی بشید عزیزان، آلودگی پیدا میکنید، آلودگی سیگنالی پیدا میکنید، فرکانس های مختلف بر روی شما سوار میشن و آلودگی پیدا میکنید، باید پاکسازی بشید عزیزان. حتما این کار رو انجام بدید، چه به ما چه به هر استاد عاملی که میرید مراجعه بکنید، یا برنامه هایی که هست در مورد پاکسازی در پلیلیست پاکسازی و حصارها برید نگاه بکنید، حتما پلیلیست چاکراها رو نگاه بکنید عزیزان و حمایت بفرمایید از کانال با لایک و کامنت و دیدن تبلیغات. عزیزان هم در خارج هستن میتونن به کانال کمک بکنن، از طریق آیدی پیپل میتونن این کار رو انجام بدن. کانال خودتون هست و به نظر من حیف هست که این کانال کمکار و بسته بشه عزیزان. انشالله که در پناه حضرت دوست باشید و حضرت دادار پایدار همواره یار و یاورتون تا برنامه بعدی در پناه حی قیوم باشید.